هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از سال 92ی که با دو فقره مشت پرونی بین عظما و انترش آغاز شد. سید علی که از درد ضربات سال 91 به خودش میپیچید، هر کار کرد نتونست خودش رو نگه داره و تو پیام نوروزیش بالاخره یه سیخی تو پهلوی انتر فرو کرد. در زمینه اقتصاد البته بر مردم فشار وارد آمد، مشکلاتی ایجاد شد، به خصوص که اشکالاتی هم در داخل وجود داشت. برخی از کوتاهی ها و سهل انگاری ها انجام گرفت که به نقشه های دشمن کمک کرد. احمدی نژاد هم که از الان برای سهم خودش تو انتخابات خیز برداشته، از تریبون پیام نوروزی نهایت استفاده رو کرد و یک کفگرگی گذاشت تو پیشونی عظما. امسال یک فراز مهم از عزت آفرینی ملت ایران عرصه انتخابات است، اما تصمیم گیر نهایی ملت است. همه باید تابع تصمیم ملت باشند. مقام معظم رهبری نیز فرمودند که فقط یک رأی دارند و حق انتخاب با ملت است. پس تا اینجا نتیجه مشپرونی یک بر یک مساوی. Watch closely cause it ends in spectacular fashion. No. Boom. Wow. Sony card. Oh. You know, I had the same in Holland. Is that amazing? Same thing with right straight I saw. And then in Holland we also had one. Look at this. Look at this. Boom. Oh my god. خامنه ای هم تو همون حالت سرگیجه یه نگاهی به بدبختی های پیش روش تو سال 92 انداخت و گفت با این نگاه سال 92 رو به عنوان سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری میکنیم. حماسه سیاسی هنوز هیچی نشده زده به ریخت عظما. با این که تا به حال با صد زبون به احمدی نژاد گفته که این مشایی رو کنار بذار، الان یه ویروسی به جانی افتاده، این مشایی مردم میشه ویروس به جانی. تو فوش ندادن مردم، خب بسه دیگه، اینو بذار کنار این یابو علفی رو. اما گوش محمودی بدهکار نیست و در هر فرصتی غلظت چسبش به مشایی رو بالا میبره. برای من سخن گفتن از جناب آقای مهندس مشایی سخت است، اما باید شهادت بدم این مرد دلی دارد مانند آینه پاک و زلال، قلبی دارد مهربان عاشق همه انسانها. من افتخار آشنایی با ایشون رو از 27-8 سال قبل دارم. اگر بخوایم آقای مهندس مشایی رو در یک کلمه معرفی کنیم، باید بگوییم مهندس مشایی مردی است بهاری بهاری بهاری. این هم یه تعریف دیگه از مشایی با اسم مستعار بهار. می آید بهار که زنده است یار، که زنده باد بهار. در مقابل این بهار بازی احمدی نژاد و مشایی اینا، نوچه‌های خامنه‌ای هم هر جا میشینن به انتری سیگنال میدن که با زبون خوش از خر دولت پیاده شو. یه اتفاقی که داره تو مملکت ما خدایی نکرده میفته اینی که به مسئولیت‌ها داره به عنوان امتیاز نگاه میشه، لذا بعضیا میخوان به هر قیمتی به اون مسئولیت برسن. این پستا غنیمت نیست برای خودمون قوم خویشامون بچاپیم، خدایی نکرده. این پستا موقتیه، اگه قرار بود دائمی باشه اصلا به شما نمیرسید. عرضم هر پستی الان بعضی از پستا 4 ساله 5 ساله آخرش تموم میشه، میذاریم و میریم. خدایی نکرده من اگه تو پستم ایفای نقش درست نکرده باشم، وقتی رفتم همه میگن خوب شد که رفت بابا، از دستش راحت شد. پس اینطور که پیداست حماسه سیاسی تو انتخابات آینده حسابی میتره کنید. حالا بریم سراغ حماسه اقتصادی که تو گلاب زدن به سر تا پای نظام
دست کمی از حماسه سیاسی نداره. برای جلوگیری از ترکیدن حماسه اقتصادی، این حجت الاسلام راکفلر رو آوردن تا برای چپاولگری آخوندها کلاهشهری بذاره. دلیل نداره، خداوند فرمود که روزی خیلی آدمای فقیر رو در جیب آدمای ثروتمند قرار داده. یعنی ماها در دنیا امانت داریم بیشتر. حالا مثلا پیغمبر در زمان قدیم سوار مثلا الاغ و استر میشد، الان یه حاج آقا سوار پژو بشه مثلا پراید بشه، خیلی فرق با اون نمیکنه دیگه. یه خود تازه اونایی خود بهتر از الانم بوده. خدا دنیا رو برای ما خلق کرده، ما باید از دنیا بهره برداری بکنیم. یکی از جلوه های دنیا همین ظاهر دنیاست. آقا کوه برید، دره برید، شمال برید، اینور برید، دریا برید، عرض کنم به خودتون رسیدگی بکنید. خیلی جالب هست، نشانه مؤمن رو میفرماید مؤمن سه تا نشانه داد: یک، مرکب خوب، ماشین خوب سوار میشه. دو، مرکب خوب. دو، منزل وسیع، یعنی خونه خوب وسیع داشته باشه. پس نتیجه میگیریم که پژو و پراید و بنز ضد گلوله مال آخوندا، نداری هم سهم مردم، که باید برای همین هم خدا رو شکر کنم. روایت میفرماید که شما کسی که این دائم میگه ندارم ندارم ندارم، خداوند این شخص رو به نداری مبتلا میکنه. فرمان نگید ندارم، شکر بکنید. به همین خیال باش، ملت تو همین سال 92 چنان حماسه سیاسی و اقتصادی نشون بدن که هم چپق مقام عظما چاخ شه، هم دیوار بیتش رو سرش خراب شه. امسال هم مثل هر سال تیویریش به جای سفره هفت سین سفره هفتاد مشنگ پهن کرده بود و میخواست با آخوندهای رنگارنگ جذابترین برنامه های عید رو درست کنه. اولیش این حجت الاسلام کوپرنیکه که بعد از 80 سال عمر به یک کشف علمی نائل اومده و با بلغور کردن یک درس کلاس پنجم دبستان میخواد نشون بده که خیلی بروزه. چطور میشه که زمین گذشتش میشه زمستان، این روزها و آیندش میشه بهار؟ به خاطر اینکه چرخش زمین به دور خورشید وضعیت جهتگیری او عوض میشه، زاویه گردشی زمین هست. این نیاز به یه توضیح برای فردا داره، در خدمتتون هست. نمونه بعدی یک برنامه جوان پسند و پرشور و پرتحرک عیدی و بهاریه که قرار همه رو از ماهواره های ضد نظام دور و به تیویریش نزدیک کنه. خدمت و عصمت که حب حیوانیست، غیرت هم غیرت چیه؟ حیوانیش. دیدید که خدمت و عرض شود که حیوانات نسبت به حفظ و حراست چی؟ فرزندان خودشون. دیدید که چجوری اینا چی میکنن؟ این مال اون غیرتشون. این هم از برنامه آشپزی مخصوص طلبه های خانه‌دار با شرکت آیت الله راشد راتاتویی. شما سر یه سفره نشستید، آبگوشتم آوردن. آبگوشتم به ترشی خیلی خوب میگیره. گرسنه و نشستید و کاسه آبگوشت و ترشی بادنجون و نونم ترید میکنید توی کاسه آبگوشت و یکی از این بادنجون ها میکشید میذارید کنارش و لقمه را گرد میکنید و میاد بالا. تا نزدیک دهنتون میاد یادتون میاد که زکامی. ترشی اینم سرکه برای زکام مناسب نی. در ایام عید تیویریش مثل 20 سال گذشته سریال طولانی مزرعه چاپارل، ببخشید، مزرعه شلمچه را پخش کرد که روایتی است از سفر راهیان زورکی به مناطق جنگی. این هم یک خانواده ولایت مدار که اصرار دارن به صورت خودجوش اومدن توی این برنامه.
کاروان‌های زیادی از صبح که ما اینجا بودیم آمدند و رفتند، ولی یک خانواده هست که خودجوش آمده تا از این مناطق دیدار بکنه. ما عرضم به حضور شما مرحله دوم است که به این منطقه غرب مسافرت میکنیم و عشق به شهادت بوده که ما رو به اینجا رسونده. بسیار منطقه جذابی است و واقعا بهترین جا، بهترین خلوتگاهی که من تا حالا تو عمرم دیدم باور کن صحرای شلمچه است. و من به همه ایرانیان واقعا بهشون میگم که به جای که جای توریستی برن، به نظر من هیچ جا بهتر از صحرای شلمچه. واقعا این صحبت ها اینقدر تاثیرگذاره که باعث میشه همه خانواده ها تعطیلات عید رو ول کنن و برن شلمچه. اونجا هم که برسن با یک ترانه جذاب پاپ از اونا استقبال میشه. این شما و این هم جورج جواد مایکل. مجنونتم شلمچه، مدیونتم شلمچه، مهمونتم شلمچه، نینوای من. مجنونتم شلمچه. اما این بحث های شلمچه مال شبکه های داخلیه. وقتی میری تو شبکه برون مرزی دیگه بحث زوربیا و بامیه است، منتها با یک شیوه خیلی جدید برای مخفی کردن سازهای شیطانی. مثلا الان دیگه هیچ کس نمیدونه اون تو چیه. ای کاش جای لبخند رو لبا خالی نباشه، خوشبختی توی زندگی پوشالی نباشه، مثل زولبیا شیرین باشه زندگیامون، از یاد بره با یه بامیه خستگیامون. در انتها یک قطعه هنری از یک هموطن لر رو میبینیم که خودش تنهایی کار یک گروه موسیقی راک رو انجام میده. این هم یک گام بلند در راستای تلفیق موسیقی فولکلور با موسیقی مدرن. I love you, King, you see you there. I love you, King, you see you there. Fashion style, Benin, El Timor, Tose, Bashos آی زیری دیک سیاه نزان سر فش مادر تازه شسته. Yeah.